тасарруфи беш аз 120 миллион сомонӣ ё зиёда аз 11 миллион доллари амрикоӣ дар як вазорати муҳими Тоҷикистон. Дар ин нишасти хабарии оҷонсии мубориза бо коррупсия хабари аввал ҳамин буд. Хабар дар бораи дуздии пули зиёде ки бояд барои масалан либоси сарбозон ва ё хариди муҳимоте барои амнияти кишвар сарф мешуд. از نتیجه نیروی تشویق فعالیت مالی خارجی وزارت دفاع جمهوری در مجموع 123 میلیون 972 هزار سومانی تصرف مبلغ پولی آشکار کرده شد و بالازای امروز 9 پرونده جنایتی قسم قسم با سودیالی ارسال کرده شد و در از نتیجه 52 نفر شخصانی مسئول که دست به تصرف مبلغ بودجتی در ساختار وزارت دفاع داشتند و جوابگر جنایت کشته شده پرونده جنایتی با سود ارسال کرده و قسم پرونده جنایتی همان زمان تاش پیشکی ادامه دارد. در دزدی 10 میلیون سومانی به گفته نمایندگان اجنسی با غیر از مسئولان وزارت دفاع کارمندان دیگر اداره ها از قبیل پلات حساب و وزارت مالیه نیز دست داشتند. آنها را هم به جوابگری کشیدند. مقامات از این بیشتر نگفتند ولی افزودند که 93 میلیون سومانی را به بودجه برگرداندند. عاقبت بعد این دزدی ها را بیش از همه سربازان تاجیک و به قول خودی مقامات حامیان وطن میبینند. یا به طور دخلدار تامینات نشود. اگر بین سربازان البته برای دسترسی خوراک و اصلا مناقشه می شود. چونکه بعضی پرونده ها جنایی که ما اشتراک کردگی سرباز های کهن سالارتر پیش طرفتگی یا همین سرباز های جوان طلب می کنند که یا با خوراک خرنگ مجبور می کنند. بعد مبلغ از ویا می گیرند برای خریداری مجبور می کنند که مبلغ فرستادن برای موزه خری. والدینشان مبلغ میپسنن برای موزه خری، برای لباس خری. اگر مثلا دوزی شود تا آخر بیوجه رفته نرسد، اگر تمنیت دارووری هم کم میشد برای سربازان. از خود کردن میلیون ها سومانی وزارت دفاع را یک نمونه دیگری فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان میدونند که به قول مقامات در همه جا ریشه پهن کرده است. سازمان شفافیت بین الملل ماه ینوار امسال با نشر گزارش شاخص درک فساد تاجیکستان را در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود.